صبحانه به اعتقاد بسیاری اصلی ترین وعده ی روز است، اما همیشه این سوال پیش آمده که آیا این گفته حقیقت دارد یا نه؟ در این برنامه به 8 بررسی تغییرات فیزیولوژیکی بدن افرادی می‌پردازیم که از خوردن این وعده صرف نظر می‌کنند و نتایج را با تغییرات بدنی افرادی که صبحانه میل می‌کنند مقایسه می‌کنیم. با ما همراه باشید. صبحانه نخوردن باعث چاقی می شود. برخلاف باور بسیاری، نخوردن صبحانه باعث چاقی در تمامی گروه های سنی می شود. علت هم در واقع می تواند این باشد که فرد در ساعات میانی روز به خوردن تنقلات گرایش پیدا می کند. اما تحقیقات دیگر هم نشان داده که حتی اگر صبحانه نخورید و از پرخوری میانی روز جلوگیری کنید، به خاطر اینکه در ساعات طبیعی بدنتان اختلال ایجاد می شود، دچار چاقی خواهید شد. 2. نخوردن صبحانه باعث بدخلقی می شود. نخوردن صبحانه با اختلالات خلقی در میان بزرگسالان مرتبط است. افرادی که صبحا کمتر غذا می خورند بیشتر دچار افسردگی می شوند. علاوه بر این، اگر 4 تا 5 بار در هفته از خوردن صبحانه صرف نظر کنید، شانس ابتلای شما به دیابت نوع 2 55% افزایش می یابد. 3. نخوردن صبحانه باعث ایجاد خستگی می شود. صبحا بعد از یک مدت طولانی غذا نخوردن، سطح گلیکوژن خون پایین می آید و باید برای کار کردن انرژی خود را بازیابید. بعد از خوردن صبحانه بدن شما شروع به شکستن اسیدهای چرب می کند تا انرژی مورد نیازتان را تولید کند. اگر صبحانه نخورده اید، حتی اگر احساس خوبی داشته باشید، چند ساعت بعد خستگی به سراغتان می آید. 4. مغزتان شارپ تر می شود. دانشمندان معتقدند که روزه منقطع فواید زیادی برای بدن دارد. در این نوع روزه فرد 8 ساعت می تواند غذا بخورد و باید برای 16 ساعت از غذا دور باشد. بنابراین با کنار گذاشتن وعده صبحانه، این 16 ساعت تکمیل می شود و یکی از مزیت‌های آن تقویت حافظه است. 5. روند پیری متوقف می شود. شاید باورش دشوار باشد، اما کنار گذاشتن صبحانه می تواند روند پیری را وارونه کند. محدود کردن کالری دریافتی بدن و همچنین روزه منقطع می تواند باعث رشد هورمون‌ها و کاهش سطح انسولین بدن شود. با این حال، برخی از مردم ممکن است ترجیح دهند که شام نخورند و در عوض وعده صبحانه ایشان سر جایش باشد. 6. سطح اسید بدن بالا می رود. متخصصین تغذیه معتقدند که خوردن صبحانه برای افرادی که دچار رفلکس معده هستند اهمیت بسزایی دارد. با کنار گذاشتن صبحانه، سطح اسیدیته معده بالا می رود و فرد ممکن است دچار درد قلب و ناتوانی در هضم غذا شود. 7. ممکن است دچار سردرد و سرگیجه شوید. تغذیه نادرست و کنار گذاشتن وعده های غذایی باعث بروز سردرد و میگرن می شود. متخصصان بر این باورند که حتی دیر خوردن صبحانه هم می تواند بدن را تحت تاثیر قرار دهد، که این مسئله هم عموماً به خاطر پایین آمدن سطح قند خون است. 8. کنار گذاشتن صبحانه باعث بالا رفتن سطح کورتیزول می شود. در افرادی که صبحانه نمی خورند، سطح کورتیزول بدن بالا می رود، چرا که بدن ممکن است اینطور تصور کند که وارد شرایط استرس زا شده است. در نتیجه معمولاً دلهوره و استراب در این افراد بالا می رود. اگر صبحانه نمی خورید و معمولاً استراب دارید، بهتر است با انجام آزمایش خون بدانید که کورتیزول خونتان بالا رفته یا نه. بسیار خوب دوستان، ممنون که تا انتهای این برنامه هم با ما همراه بودید. حتما نظرتون رو برای ما کامنت کنید. در آخر هم اگر از دیدن برنامه لذت بردید، اون رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید برای دیدن برنامه‌های جدید ما این صفحه رو دنبال کنید.